درود بر شما مهدی، چی داری برامون؟ باز ازتون آقا بریم تحلیل گلای تیم سپاهان رو اول ببینیم، در چنان شما استادی آقای بفتن ازتون ببینیم. چهار تا گل این بازی داشته، سه تا سپاهان، تراکتور. این گل اول تیم سپاهانه که تقریبا یه جورایی تیم تراکتور میخواست از مید بلاک شروع بکنه به دفاع کردن، ولی توی این تصویر هم میبینیم که فرشاد احمدزاده فضا رو ترک کنه و میره توی فضای پشت و رضا اسدی میاد و این اتفاق باعث شده که بین دفاعی تراکتور صاحب توپ بشه و یه جورایی توی فضای نیم فضاست، همون به اصطلاحی که دارن میگن فرشاد احمدزاده یه پاس رو به جلو تو فضای پشت مدافعین مرکزی تراکتور و در نهایت کنترل درست و به موقع شهریار و گلش رو در آیا بر این اولین گل شهریار هم خیلی تعیین کننده بود، یعنی فشار روانی از روش برداشت دیگه. اصلا وقتی که یکی سمیسر رضا میاد کنار شهریار و نزدیکش بازی میکنه، اون آزاد تر بازی میکنه، فشار روش برداشته میشه، چون دفاع تقسیم میشه دیگه، مثل فصل قبل نیست که فقط خودش باشه و میبینید فارق البال تر کار میکنه. آسای نکته مهمی که هست نه که استراتژیک بازی مورایس مقابل تیم تراکتوری که اومده بود از جلو پرس بکنه، بخواد توی مرکز زمین پرفشار بازی بکنه، ولی مدل فوتبالی مورایس باعث شد که فضای پشت تیم تراکتور هدف بگیره. الان این توپ هم که ما میبینیم، حالا قسمت عقب ترش اصلا تصویر نبوده، ولی توپ که میرسه سمت چپ باز هم فضای پشت دو تا دفاع مرکزیه تراکتور و رضا اسدی که به عنوان مهاجم تله اضافه میشه از عقب. ببینید چند نفر دور بره شهریاران الان دقیقا. و رضاحت کجا میاد؟ آیا برای تمرین شده تلقی کنی؟ 100% تاکتیکا حساب شده دارن عمل میکنن. من سر تمرینات نبودم بله. ولی مرایسا مربی نیست که بدون تمرین و بدون تفکر کار کنه. این گل سوم که باز هم همون مدل، همون سبک و استراتژی از قبل تعیین شده، پیام نیازمند محمد دانشه و انتخاب و ارسال توپ رو بازم میبینیم تو فضای پشت مدافعین دوباره تراکتور سازی. یه اصل ما اینجا داریم که اولین نگاه مدافع صاحب توپ باید کجا باشه؟ رو به رو و آخرین نقطه دفاع حریف. و نکته ای هم که از استاد یاوری، این که دوتا از گلای ما با دو ضرب سه ضرب همین بله اتفاق افتاده و این حالا غیر از این مسائل فنی اشتباه گلر تیم تراکتور هم بود که توی اون فاز وقتی شما دفاع یک در مقابل داری، یک در مقابل یکو دروازه با نباید بیاد و این اتفاق هم افتاد. بالاخره هم تاکتیک سپاهان هم اشتباه فرد ارسال بی نقصی هم داشته چندین ارسال بی نقص چندین و چقدر بازیکنهای سپاهان توی اون باکس مرکز زمین خوب اضافه میشند برای رسیدن به گل. گلی هم که سپاهان میخوره، اونم داری آنالیزشو؟ بله، گلی هم که سپاهان میخوره، گلیه که باید خیلی تیم سپاهان روش تمرکز داشته باشه. از این مدل گل هم ما حتی جلوی ملوانم اون بازی رو که واگذار کردن یه بازی با فجر هم بشن نگار دقیقه بعد دقیقه 88 هم بوده. ببینی الان توی کناره ها هیچ بازی کنی روی این وینجر سمت چپشون نیست، دفاع سمت چپشون نیست، فشار بذاره به راحتی انتخاب میکنه و بین فضاها باز هم دفاع منتومنی وجود نداره و اون نفره آخری که باید بیاد برای توپ ریبانی بله. اتفاق نمیفته. ما جلوی ملوان هم یه همچین گلی خوردیم، یعنی از عقبتر ارسال کردن و این عدم ناهماهنگی بین دفاع تمرکز بله. و یه نکته ای رو قبل از اینکه بریم سراغ آنالیز زبا هم بگم، اینکه دقایق پایان استاد یاوری خیلی مهمه. حالا اگر اون گل اتفاق نمی افتاد، گلی که اشتباه دروازه‌بان بود اتفاق نمی افتاد و این گل زده می شد 2-1 می شد، خیلی خطرناک می شد و مستاقش تو بازی زبا هم ما می بینیم. شروع بازی، پایان بازی، بعد از هر گلی چقدر برای یه تیم مهمه.